در پی انجام مقدمات لازم، گذرگاه مرزی آلبوکمال القائم که از سال 2013 بسته شده بود، از سوی دو کشور عراق و سوریه بازگشایی شد. به گزارش شیعه‌ویز، به نقل از روسیه الیوم، گذرگاه القائم آلبوکمال با حضور کاظم العقابی، مدیر گذرگاه‌های مرزی عراق و استاندار الانبار بازگشایی شد. این گذرگاه پس از 6 سال به روی خودروهای غیرنظامی و کامیون‌ها بازگشایی شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانانیز از انجام مقدمات لازم برای بازگشایی گذرگاه آلبوکمال القائم با عراق خبر داده بود. گذرگاه القائم که پیشتر در کنترل سنی‌های تندروی داعش بود، در استان الانبار در غرب عراق و از طرف سوریه در حومه جنوب شرقی دیرالزور قرار دارد و در نوامبر 2017 از کنترل داعش آزاد شد.